آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. دو چشم ناز کابل اشکبار است، دو چشم ناز کابل اشکبار است و قلب زخمیش صدها شرار است. الهی تخم ظالم در بگیره که کارش انفجار و انتحار است. دوستان ارجمند، بینندگان گرامی، با سلام های سرشار از محبت و صمیمیت درب روزنه را می گشاییم و در محضر شما عزیزان قرار گرفتیم. عزیزان ما، خداوند را سپاسگزار هستم که باز هم فرصت دیگر میسر گردید تا در حضور شما قرار داشته باشم و از دردها و ناله های مردم وطن و وطن خیش برایتان حرف بزنم. چون ما و شما همه دل پردرد داریم، نیاز داریم که با همدیگر خود حرف بزنیم، قصه کنیم، درد دل کنیم و این مشکل زندگی من را حداقل خود را سبک بسازیم که به هم دیگر خود بگوییم. و ما باز هم با اظهار هزاران سپاس از جناب مسکینیار که همی وسیله را مهیا ساختند تا لحظات در هر کجای دنیا با شما عزیزان هستم و می توانم که درد خود را برایتان قسمت کنم. در امی تازگی خبر شدیم که طفل 3.5 ساله یک خانواده غریب ما را، باز هم مرد 40 ساله نامرد بیوجدان، مورد تجاوز قرار دادن. شما فکر کنین، طفل 3.5 ساله و مرد 40 ساله مورد تجاوز جنسی قرار داده و این طفل شک آمده، شک دیده و حالت روانیش با کلی خراب است. که از رضا جان عزیز تمنا دارم که امی ویدیو کلپ برای شما بگذارم. دختر 3.5 ساله که مورد تجاوز جنسی یک مرد تقریبا 40 ساله قرار گرفته بود، به مشکلات بد روانی دچار شده است. حسین داد پدر این دختر خواهان عدالت است. او از حکومت افغانستان میخواهد تا عامل این رویداد را به حد مجازات محکوم کند. ما از دولت فقط همه را میخواهیم که بدر مجرمین باید به حد مجازات گرفتار شود، که یک غریب بیچاره مظلوم از خانه خود بتونه بدر شود، بیاد به صحرا بره و یک کاری، یک غریبی، به یک لقمانانی به اطفال خود بیاره. قربان، مردی که متهم به این حادثه شده است، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. او اعتراف می کند که مرتکب این عمل شده است.
نیروهای پلیس دو روز قبل عامل این واقعه را گرفتار کردند. عبدالرؤوف عمدی سخنگوی پلیس هرات گفته که تحقیقات بیشتر از سوی نیروهای کشفی در این مورد آغاز شده است. شکر مادر این کودک نمیتواند آن حادثه دردناک بالای کودک 30.5 ساله خود را به فراموشی بسپارد. او اشک میزند و شعار عدالت خواهی سر میدهد. دولت زیر غیر زیادان بیرون دید. زیادان از این غریب اگر نرسه دیگه چه از این غریب نیست اینجا. نه کاش کنه نمه خوران آبدی که مکزی نه نمه خوران نیست اینجا. نه شناس از این همی هم سوای های مو بخدا از مردم دیگه مردم. فقط بیرار برادر از این اینجا. خانواده این دخترک در داخل یک باغ و در دو خانه کاملا معمولی و گیلی زندگی می کنند. حسین داد پدر این طفل می گوید قربان در داخل این باغ دخترش را مورد تجاوز قرار داده بود. فاطمه دختر جوان حسین داد به این حادثه برخورد کرده است. فاطمه می گوید فریادهای خواهر کوچکش او را به محل حادثه کشانده است. ولی متهم تلاش کرد تا از محل فرار کند، اما مادرش مانع فرار مرد متهم شد. وقتی دختر جیغ کش ما آمدم شلاش همینجا بالا کرد. کاکا چیکار کردی؟ گفتی خطا شده. وقتی به خانه بردم سعی کردم شلوار ازی خون داره. گفت می خطا نشدم. گفت نه خطا شده. وقتی که گفتم قدش کاری بد کردی میخواست فرار کنه. مادر ما گرفت باز در دمدارندم بابه می آمد و مرد کار گرفت و زنگ زدن و بیامدن. خانواده مدعی و مدعی علی ساکنان ولسوالی لالو سرجنگل ولایت غور در همسایگی ولایت هرات هستند که از مدت به این سو در هرات زندگی می کنند. قانون منع خشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان برای عامل این واقعه حبس طویل و یا هم اعدام پیش بینی کرده است. اما باید انتظار کشید که با ختم محاکم سگانه چه مجازاتی برای عامل این رویداد در نظر گرفته می شود. ای هموطن، فریادت را با کدام گوش شنوا می رسانی؟ با کدام دل با عاطفه می گویی؟ با کی اشک می ریزی؟ با آنان که فقط درد تو را می شنوند و انگار نه انگار آب از آب تکان نمی خورد برایش. هموطن، اگر قانون وجود می داشت، اگر دادرس می داشتی، امروز او مرد پلید باید به دار مجازات آویزان می گردید و تا یک ماه ای به دار باقی می ماند تا همه مردم سنگ بارانش می کردند و پلیدان عبرت می گرفتند. ولی متاسفانه ما نه قانون داریم، چنانچه کودک یا طفلک دیگر را که یک چطور یک بچه زیبا و خوشگل و معصوم است ای را آدم رو بایان ربودند و از خانوادهش یک لک دلار خواستند. شما فکر کنین که درو کابل، درو افغانستان یا بسیار میلیاردر است که دست هیچ آدم رو بای به ایشان نمی رسد، یا بسیار فقیره که حتی نان برای خوردن خود ندارن. از اینا یک لک دلار خواستن. این طفل ببینین شما، این که فامیلش تیه نتانست یک لک دلار معلوم دار، انگشتکش بریدن که این شما میبینین دستکش بسته است، انگشتش بریدن بر فامیلش روان کردن. فامیل پایین و بالا تپید، فریاد کرد، عذر کرد، زاری کرد، هرچی کرد بازم نتوانست که یک لک دلار را پیدا کنه. بالاخره طفل معصومش را، توته دلش را کشتن و جسدش را به منزلشان فرستادن. این از دولت، این از دولت مردان ما. اونا به فکر زد و خورد و به فکر جیب پر کردنای خود و به فکر اشغال کرسی ها مصروف هستند و مردم بی پناه ما آواره و در بدر و خاک بسر هستند. دوستان عزیز، تا چی وقت صبر کنیم؟ تا چی وقت خاموش بمانیم؟ تا چی وقت آه و افسوس بگوییم؟ ما
همی وظیفه را دارم که این دردهای مردم خود را به اطلاع شما عزیزان برسانم. بگویم که در کابل بس نارواست، در کشور ما بجز آدم کشی، بجز خون، بجز دود، بجز جنایت و خیانت و ریپ و تجاوز جنسی و هزار و یک حرف دیگر چیز خوب وجود نداره. کدام دولت مرد، کدام رئیس جمهور، کدام رئیس اجرایه، کدام وزیر، کدام شورا، آیا در حضورشان امی فجایع به وقوع نمی پیوندد؟ اینا هر کدام به کشورهای خارج می آیند و می روند و باد به غبغب مندازند و موترهای زری و بادیگارت ها و اینا، ولی از آل او مردم در بدر گرسنه خبر ندارند. گفتی ای پدر را که شما شنیدین که ما به خاطر یک لقمه نان برای شکم گرسنه فرزندان خود رفتم و دخترک 3.5 سالشه، یک مرد 40 ساله که یقین دارم او هم زن داره هم فرزند داره، چطور خجالت نکشید ای پلید بی وجدان؟ و جزای ازی جز اعدام چیز دیگره بودن نمیتوانه. مانند فرخنده میبینیم که باز هم همه موضوعات با موجز و فضه که میگوین که ما طالبه نمیمانیم، ما پاکستان نمیمانیم، ما آدم کشان نمیمانیم، ولی چند روز بعد که آبا از آسیاب ها افتاد آرام بارام میشه، پس اونمو دوستیشان با کشورهایی که ما را تباه کردن با اونمونا دست بگیری با آغوش هم هستن و می نشینند و قسم می کنند و سر اجساد و خون مردم پای کوبی می کنند. با وجود تمام این ناامیدی ها، این دربدری ها، این مشکلات که واقعا دیگر رای چاره برای ما مسدود گردیده است، از برنامه ما آواز یک حرف خوب شنیدم، یک صدای شنیدم که سر مردم ای صدا بود. ای برنامه دریچه سخن است که هر آخر هر ماه برای 3 ساعت نشرات دارد. دوست عزیز ما جناب مشتاق کریم نوری عزیز، یک ژورنالیست بسیار توانمند، ببخشین که زبان پدر ما لکنت پیدا میکنه با دیدن این صحنه ها. مرا عفو کنین اگر صحبتم بدون تسلسل میشه، اگر زبانم لکنت میکنه. بالاخره انسان هستیم، مادر هستیم و احساس داریم، عاطفه داریم. هنوز عاطفه و احساس انسانی در وجود ما و شما است هموطنان عزیز. اینا در برنامه خود تقریبا یکی دو برنامه قبلم و در این برنامه که روز شنبه همی هفته که گذشت بود داشتن، اینا صدا کردن به خاطر تشکل نخبگان. ای کاش نخبگان ما، ای کاش مردمان چیز فهم ما که ما در مشکل قید رجال یا که نبودن نخبگان نیستیم. ما داریم، قط و رجال هنوز بین ما و شما نیست. ما شخصیت های بسیار خوب، گرچه یک تعداد از شخصیت های سابقه و چیز فهم و دانشمند و وطن دوست ما در این غربت سرا دیده از این جهان بستند با هزاران امید و آرزو، ولی باز هم جوانان بسیار وطن خواه داریم، نخبگان بسیار خوب داریم که در سراسر دنیا در کشورهای خارج آواره هستند. ما می توانیم که به وسیله ای صدا را لبیک بگوییم و با هم اتحاد کنیم، متحد شویم، وحدت ملی واقعی را تأمین بکنیم. نه این وحدت ملیه که به خاطر چوکی است و به خاطر پول است و به خاطر شهرت است و به خاطر این دبدبه سر مردم است. نه، وحدت واقعی، وحدت ملی واقعی را تأمین بکنیم. و ما به می ارتباط که بسیار از شنیدن این موضوع خوشحال گردیدم و این برنامه را اختصاص دادم و این دوست عزیز، این ژورنالیست پروپا قرص، این همکار روزنک آغاز
آغاز ای برنامه با ما همکار بودند. برنامه های زنده و مستقیم ما از امی تلویزیون جهانی آریانا افغانستان سپری کردیم خدمت شما. اینا از نیویورک تشریف آوردن و امرای ما برنامه را سپری کردن، یک جا اجرا کردیم. منتها که و چه خوب است که اینا را دعوت کردم با لاین تلفن هستن و تا بپرسیم در مورد این تشکل و اینا هر ماه 3 ساعت برنامه دارن که 1 ساعت سر موضوع اجتماعی و خانه و خانواده صحبت میکنن، 1 ساعت هم برنامه های فرهنگی دارن و ساعت دیگر هم برنامه های سیاسی. در حقیقت شاید بعضی از بینندگان ما این موضوع را بگویند که برنامه روزانه برنامه فرهنگی و ادبی است یا اجتماعی است، ولی خدمت شما عرض کنم که ما هر کدام ما اطور تمرین دیدیم، اطور از کوره بدر آمدیم که هر یک ما یک سیاست مدار درست و فهمیده و دانسته هستیم که هر چیز را خوب میدانیم، ولی ای که ما حرف نمیزنیم، ای که ما دنبر نمیاریم و موضوعات سیاسی را میگذاریم برای سیاستمداران ما، برای تحلیلگرای سیاسی ما، این جهت دیگه قضیه است. برای ای که هر کدام ما باید بخش از کارهای وطن خود را روی دست بگیریم تا مبادا اگر یک بخش بگیریم بخش دیگر فلج نشود. از این سبب است که برنامه ما یک برنامه فرهنگی و اجتماعی است و ما ای جناب عزیز، دوست عزیز و مهربان و همکار دائمی روزانه مشتاق کریم نوری را که شما با گپ زدنشان، با تسلسلشان، با آداب معاشرتشان در تلویزیون کاملا آشنایی دارین و چی سنگینی و چی متانت حرفهای مخاطبین که زنگ میزنن میشنون، ولو که مطابق ذوق و سلیقیشان باشه نباشه، ولو که انتقاد باشه، اصل برنامه سازی چنین است. وقتی ما میگوییم بیننده های ما حق دارن، هموطنان ما حق دارن که انتقاد بکنن، نظریات خود را بگوین، پیشنهادهای خود را بگوین، ولی در کمال احترام که ما باید با حوصله‌مندی، با حرمت به طرف تمام حرف هایشان را بشنویم، ولو که زشت و درشت هم باشه، منتها در قالب و در چارچوب ادب. جناب کریم مشتاق نوری، شما را سلام عرض می کنم، خیر مقدم میگم، تشریف آوریتان را و نخست بر همه سالگرد دریچه سخن را که 1 سال تمام را با تمام توانمندی و موفقیت سپری کرد تبریک و مبارک باد میگویم. بسیار تشکر خانم قرازات، شما همیشه درسی ما لطف داشتین، درسی برنامه دریچه سخن همیشه قبل از اینکه برنامه شروع شود در شروع هر ماه از طریق برنامه بسیار وزین روزانه ایر اعلان میکنیم و ما با استفاده از فرصت سلام و حرمت بی پایان خود و همه بینندگان بسیار عزیز و گرامی برای شخص شما و عزیزان ما که در اتاق کنترل هستند به خصوص آقای خلیلجان راغب به همگی سلام و حرمت میفرستم در استودیوی مرکزی برای نیلوفر جان. بسیار تشکر خانم گلزار عزیز، متفقی برنامه وزین روزانه شما، مقدمی بسیار مقبول بیرونون حوزای کشوری بیان کردین و حوزا و احوال به همین منوال ادامه داره. ما تقریبا در شروع سال یسوی در برنامه دریچه سخن که هر ماه از طریق شبکه جهانی پیام افغان نشر میشه پیرامون تشکل نخبگان یادواری های داشتم. بله. دلیل و انگیزه ای که چرا همچون تشکل را پیشنهاد کرده بودم به خاطر که اوضاع و احوالی که فعلا در کشور موجود است، با وجود از اینکه در ابتدا پیش از سفر آقای جان کری اطلاع وانمود شده بود که گویا دولت وحدت ملی در 2 سال بعد که پوره میشه و مرحله پوره شدن هست، بله، اینا مقام صدارت تثبیت میکنن
و یک سلسله تغییرات و تبدیلات در اصل در قانون اساسی که میثاق ملی بنداشته میشه در اوج وضع میکنن و بالاخره از حالت ریاستی مطلق کشور تعویض میشه به یک جمهوری اسلامی پارلمانی. بله. مقام بیشتر از صدر اعظم میداشته باشه، تقریبا رئیس جمهور شکل سمبولیک به خود میداشته باشه. بله. با آمدن یک سفر آقای جانگیری همه موضوع نقش بر آب شد و اونا اعلام کردن که دولت به اصطلاح همی اشخاصی که در لحظ قدرت هستند و به اصطلاح 50-50 اینا در پست هایشان ابقا هستند و همی اوضاع و احوال به همین نوال تا 30 سال دیگر ادامه می کنند. در جریان همین موضوعات تقریبا دو سی تشکل و یا شکل اپوزیسیون گونی هم که شکل گرفته اونا هم اگر به بود کارهایشان انسان متوجه شود تقریبا شکل قومی رو به خود گرفته است. بله. شکلی هست که تقریبا نظریات ستمی گونی رو به خود دارد و تشکل دیگه هم در مقابل که هر زه همدام کرده تشکل است که شکل فاشیست مشربانی را به خود داره. بله. من در این عقیده هستم و بودم که فاشیزم به هیچ وجه نمی شود که با فاشیزم پاسخ کنم. بله. بخاطر تشکل نخبگان را پیشنهاد کردیم. نخبگان کسانی که در همین اوضاع و احوال هستن، اونها تشکل بسیار روشن فکر جامعی ما هستن، در همه نقاط گیتی پراغنده هستن به شمول خود افغانستان و از اوضاع و احوال موجوده رنگ می برن. و به همین خاطر هم رو همگی به اصطلاح در یک خاموشی مطلق قرار دارن و به همین خاطر هم میگیم که جامعه گوسفندی افغانستان همیشه لیاقت حکومت گرگها را دارد. به خاطر پیشنهاد کرده بودم که به این حالتی که همچون تشکلهایی را که به نام اپوزیسیون شکل میگیره اگر نخبگان در هر جایی که هستن با هم دست به دست همدیگرشان بدهن و تک تشکل نخبگان در میان بیارن و الحمدلله هم دوستان بسیار بله. از داخل افغانستان هم پیام‌هایی داشتم، از دیگر کشورهای اروپایی هم داشتم و حتی سر و صدای از این حتی تا هر گو بسیار جاهای دیگی رسید و آقای کرزی در امی یک هفته پیش در جریان یک سخنرانیشان گفتن که خدا آن ملت را سربری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، یعنی شه اقبال ناهویه تغییر را خواندن بران ملت سر و کار ندارد که نخبگانش برای دیگران کشت. بله، که یکی خودشان است. در برنامه خود سوال کردم که کدام نخبگان در حکومت شما سعیم بودن و کدام نخبگان دیگانه ها کشتن. بعد هم اولات به برنامه در ایچی سخن رسیدن که گویا میخواییم که همی شورای نخبگان شکل و شمایل بگیره و بلی ها نخبگان در حکومت قبلی هم کار کردن و از محبت آقا بودن. من پرسان کردم که اونا کی هستن؟ گفتن همی آقای خورم که این گویا نخبه هستن، اینا نخبه این دولت، همی آقای خورم و آقای اسپندار هم گفتن که در وظیف نخبگان بین و در دولت قبلی هم بودن و در این اواخر یکان نشته هایشان در هشت صبح هم نشر میشن و دولت موجوده همیشه در پای سبوتاش هستند. اون دیگر از نخبگان ایراد نکردن و هر ترتیب ما از خواهش ما از همه گرهیزا همین بود که من خودم شخصا برای خود گفتم هیچ چیزی را نمیخوایم به حیث یک مؤسس همکاری هر چیزی که از دست ما بیاد چی از طریق برنامه در اینچه سخن چی در قلم و چی در کلام از این مزارقه نمی کنم ولی بسیار آرزوم من می دارم که اگر نخبگان ما واقعا اگر نشسته هم استاده شوند و اگر استاده هم برا آگد شوند و اگر برا هستم بروند و اساس یک تشکل ملی را رقم بزنند وقتی هم که در همچو اوضاع و احوال کار با دستخان رسیده و ملت ما سخت بیمار است در همچو اوضاع و احوال که ما و شما میبینیم که با وجود از اینکه آقای اشرف غنی در پارلمان صحبت کردن ولی صحبت های بعدی را هم که در هشت ثور آدم میبینن و از خود هر کس بلندگویش که بعد صداهای بلند بشه بعد سخنرانی های در مقابل رئیس جمهور و رئیس اجرایی صورت میگیره همه این نمای از این است که دولت وحدت ملی همونطور که شما گفتین تا 100% آسیب دیده و یک دولت واقعا وحدت ملی نمی باشد ملت بیمار ساختن به اون خاطر ایجاد و ایجاب تشکل نخبگان سیاست سرش پافشاری کردم و اخیر از همه عزیزانمون خواهش کردم که اگر در این راستا کوشش هایی داشته باشند
و از اروپا هم پیام‌هایی داشتم. باز نهادهای خرد و کوچک هم یگان شان که طرحهایی در راستای مسائل کشوری و لشکری و مسائل صلح داشتن، اونا هم یادداشت یا نوشته ها یا نوتایی که پیرامون همین پلان ها داشتن او را بر من هم در برنامه در چه سخن روان کرده بودن و من طرح ها را همش دیده بودم و اولی یادآوری کردم که از مجموعه همه طرح ها میشه که از در همامیدیشان یک طرح عمومی ظهور و بروز کنه، ولی اکثریت کوشش کردم که اگر امکانات از این باشه که در یکی از ایالت ها یا کشورهایی که افغان ها الحمدلله بیشتر هستن اساس یک تشکل عمومی اثر گذاری شود و بعد از او به اتفاق کارا یکی از کسانی که واقعا همه مسائل افغانستان بفرما حوزه جیو اکانومی جیو استراتیجیک و جیو فیزیک افغانستان درک کند، موقعیت افغانستان در سطح منطقه و جهان بفرما و بتونه که یعنی کشتی شکسته را مسائل نجات رهنمون شود و همه نخبگان با آرامش تام یکی را اجارتا تعیین کنن تا همین که هر کسی میگه نستم به سازمان ملل متحد در همین نیویورک که من هستم حال حوضا و احوال قسمه بوده که میگن چون دلیلی نیست به او خاطر هیچ همین باید همین حکومت اگر تمدید نمیشد چی چاره بود و اگر واقعا نخبگان اساس یک تشکل را قبلا راه اندازی میکردن و همچه یک تشکل موجود نیبود از طریق مجامع بین المللی گپ زده میشد و من آزاد هستم و شما هم من آزاد هستیم و دوستان دیگه الحمدلله باز برنامه سازان دیگه هم علاقه مندی گرفتن. من بسیار ممنون هستم از باز سایت هایی که مسئولین سایت ها بودن، از نشاطات که هنوز هم نشاطات تحریری هستن اونا هم علاقه مندی زیاد را نشان دادن و گفتن که از اون تریبینی هایی که در اختیار از اونها هستن از اونها استفاده میکنن و تشکل نخبگان یا نهاد نیروی نخبگان یا هر چیزی که در یک مجلس محافظان او را نامگذاری میکنن همین را میخواهیم که اثر گذاری کنن و من بازم از شما تشکر میکنم اکیدا به خاطر اینکه دل شما منعیس یک خانمه که به خاطر ملتتان میسوزه همیشه گریه داشتین به خاطر این مردم درد دیده و همین برنامه را اختصاصی پیرامون همین تخصیص داده من از شما قلبا اظهار سپاس و امتنان و ممنونیت میکنم دگر از شما تشکر میکنم لطف دارین محبت دارین ببینین جناب نوری ما و شما کسانی هستیم که بنابر ناگزیری ها کشور خود را رها کردیم و اگر نه به هیچ صورت در تا شرایطی که راکت روز 1400 دانم راکت آمد ولی من کشور خود ترک ندادم. وقت پای آبرو و عیسیت و آینده اطفال و دخترکایم که مطرح شد، دخترای ما اولادایم بسیار خرد بودن، همی فرزندان ما هر کدامشان 8 ساله و 10 ساله و 12 و 13 ساله بودن. من ناگزیر شدم برای اینکه نمیتوانستم که این طفلکا را به مکتب بفرستم. شرایط بسیار در هم و بر هم بود و یک راکتی که فایر میشد اینه می کنیشکا بچه مثل برق واری می دوید می دید که با کجا کی اوگار شده و چطور شده و چی گپ شده و من بسیار از خاطر از اینا ناراحت بودم و مجبور شدم وقت پای حیثیت خودم در میان آمد برآمدم دیگه. ای از بسیار ناگزیری ها برآمدم. ایره بار بار ما گفتیم که وقت ما با چادری از طرف از آقای عیسی گیلانی بسیار زیاد تشکر میکنم، از برادر بزرگشان ابراهیم جان گیلانی آقا صاحب که اینا زمینه برآمدن ما را فراهم ساختن، ما برآمدیم کمک ما کردن و از خود کابل مکرو ریان تا پشاور ما چادری به سرم بود و عشق میریختم، با خصوص در اون لحظه که در سر همه کوتل خیبر از کجاست که رسیدیم صدا کرد اقبال جان اما نفری که امرای ما کمکی روان کرده بودن که زکیه پشتر طبیبی کابل و بر آخری بار ودا کو. هیچ او صحنه تا که من زنده استم اگر بمیرم تمام بدنم خاک شود و حاشیه مغز من، دماغ من، جمجمه من
او صحنه او درد نوشته است که من چه حالته داشتم. از این سبب هر کسی که دلش برای وطنش میسوزه، برای این مردم بیچاری وطنش دلش میسوزه، باید یک کار بکنن. شما این آغاز کردین، در تاریکی یک شمع را شعله شما دیدم، من یک امید پیدا کردم و از شما دعوت کردم که تشریف بیارین در اینجا که در همین زمینه صحبت کنیم تا مردم ما بیشتر در این موضوع عمیق شون و یک تصمیم بگیرن. اینال شما تنها هسته زیده گذاشتین، هنوز مرام نامه و فیصله نامه و مادای دیگه که داره، شرط و شرایطی که داره خو هنوز برجاست، ولی اون رو شما سر از او کار نکردین، مثل طرحهایی که مثلا جناب وحید الله وحید و یا امثال از اینا که دارن، شما خو کدام تصمیم دیگه نگرفتین برای اساس نامه و یا مرام نامه گپایشان؟ از این نخبگان من خودم از شخصاً این تشکل پیشنهاد کردم و شما میفهمید که نخبگان ما بسیار مردم روشن فکر، مردم صاحب قلم هستند. گاگای من به خود یقه ندادم که من تمامی موضوعات رو نوشته کنم باشه. من تنها ایره یک مطرح کردم و حرمت به بسیار بزرگا و کلامای خود همونطور که داشتیم همواره الحمدلله دارم. موکول ساختم به یک اجلاس عمومی، البته بعضی چیزایی را که من در این راستا باز پیشنهاد میکنم طبعا در اون مجلس پیشنهاد میشه، ولی او حتمی نیست به خاطر از اینکه همه بزرگا و دانشمندا او را بررسی میکنن و حافظا دیگر کسان دیگه در همین راستا پلانهایی روان کردن و حتی به سازمان ملل متحد اون موضوع را پیشنهاد کردن و باز از اونا را نگرفتیم. در نزد من هست، من بسیار آرزومندی دارم که یک اجلاس عمومی اگر باشه که در نتیجه از اینکه مادوار همه همی از دوست و حیزایی که در می راستا طرحهایی که داشتن برای مراور کردن اونو را هم می خوانیم و بالاخره از همونطور که گفتم از مجموعی در هماندگی از اینا یک بندوق طرح را از سازمان مرسف گرایان که زیادشان جورنالست هستن و مردم اهل قلم هستن و اکثر هم نامایشان را دیدم به هیچ عذاب جدی و راستی ارتباط نداشتن و فقط می خواهیم یک اپیزیسون باش تقییر کنند، یک اپیزیسون روی کار بیه و بقیه باور هستن که میگم دیگر منتظر به اصطلاح معجزه نباشیم، باید خود ما را بسازیم و اگر نه دیگران به اصطلاح ما را یا اپوزیسیون ها را به اصطلاح شکل میدن یا ما به اپوزیسیون گرم. من پیشنهاد کردم در برنامه قبلی هم اگر نخبگان یک جا نشن باز کسای یکان نامیدی و یه هم در دینشان آمده که گویا ممکن باز حرکت های این طرف و طرف برا افتاده و باز پس به زودترین فرصت او سبوتاش شده، ولی طرح نخبگان من فکر میکنم او کسایی که افغانستان عزیز بردش درست میکنن، او کسانی که میدونن که افغانستان در یک موقعیت بسیار حساس و بحرانی قرار دارن، همه به این نظر هستن که ایالت باید تغییر کنن. پس درد مشترک همه نخبگان درک میکنن و من بسیار آرزو دارم که از نام نخبگان استفاده نشه که به نام نخبگان یک دو سه نفر دیگر در داخل افغانستان همین حکومت قبلی و یا حکومت فعلی روی صحنه بیارن و وانمود کنن که گویاهی نه تر تشکل نخبگان سر صورت گرفته و دیگر نیازی نیست. ما و شما در طول سالهای همون که پیاده‌روی کردیم و گفتیم همه مسائل کشوری و رشتی را میرانیم، اگر از وطن هم دور هستیم همون که میگرد بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، وطن بوده ای یاد وطن بی وطن است. به خاطر هر روزی از دهن ما و شما مسائل افغانستان و ده ها بار چی که شاید ممکن به صدها بار تکرار شود، درد بسیار عمیقی داریم. اوضاع و احوال برمی حالاتی که شما یاد کردین حساب اجتماعی نه در کشوری که به اصطلاح تقریبا 2 میلیارد دلار در سال رشوت داده شده، اون حساب اجتماعی که یاد کردین میگه شخص پیش دکتر رفت که دکتر معاینش کنه، در اون وقت پلیس آمد و پلیس که آمد دکتر امین پیشید و دکتر برازو پیسه داد برای پلیس مریض که دوتا که مریض دید که مریض بلگر رفت پیش پلیس گفت چرا پول گرفتی تو چین گفت من بیادر پلیس نیستم دکتر آمد که طرف این دکتر من دکتر نیستم. اولا راست بسید ما مریض نیستم، ما مریض که خط بگیدم
شرایط فعلی کشور ما. بله. فساد اجتماعی، دکتر دکتر نیست، پلیس پلیس. بله. مریض مریض نیست. بله. بله بله. همه تو حوزه ما هست. شما ما امروز به اصطلاح به ردیف سوال قبل به ردیف چهارم بود و امسال به ردیف کشور پروفسور دنیا به ردیف سیام قرار داد. بله. از برای اینکه نصف نفوس افغانستان میگن که به اصطلاح به مشکل. بله جناب نوری، جناب کریم نوری، صدایتون یک موقعیتتون اگر تغییر بتین قطع وصل میشه. و دیگه ای که من میخواستم همین موضوع را بفهم و بیننده های عزیز ما را در روشنی قرار بتیم که آیا نخبگان کابل که در اونجا هم سیاست مدارا داریم، اقتصاددان ها داریم، در استادان دانشگاه ها داریم و استادای فاکولته ها داریم، یعنی اونجا هم قطع رجال نیست، اما او مردما چون آرامخور نیستن، چون خائن به وطن نیستن، اونا با دست دهان جواله نمیگیرن، از او خاطر اونا کنار زده شدن. آیا در این نخبگان شما هم اونا داخل هستن و آیا امی اجتماع چی میگن؟ از ارگان های مدنی. بله 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 بله، اینا هم دخیل هستن از جامعه مدنی. بله بله بله. بسیار تشکر خانم کرزان. اصلا این یعنی به اصطلاح می که آدم بگه نخبگان ما، یعنی اساسا من حرمت دارم به همه نخبگان عزیز من و بله ها در کابل ارتباط هست، از این شورای جهانی شورمادستان در همین راستا کار میکنه و من شخصا به مسابقه پل ارتباطی در بین شورمادستان داخل کشور و بیرون کشور به این راستا کار میکنم. اونا هم به اصطلاح بسیار کوشش میکنن و در این صدد هستن، حتی گفتن که اساس یک اجتماع در خود افغانستان در خود کابل میگذاریم و ما هم جانبداری کردیم و بر ما گفتنم که هر کسی دیگه به شمال خودت که اگر میاد در خود کابل هم گذاشته شما گفتیم چرا نه، در هر جایی که امکان دیگه و هیچ دلیل دیگه گفته نمیشه که بودن نخبگان برون مرزی و یا داخل مرزی نخبگانی که از داخل هم رنج میبرن در همچه اوضاع و احوال در خود افغانستان بیکار هستن، در خود افغانستان در یک حالت بسر میبرن که نه از نگاه نه همیت دارن و نه همیت به اون خاطر اونا هم اظهار همکاری کردن و الحمدلله که به گمان غالب هم که همچه یک اجتماعی ممکن در داخل خود افغانستان در خود مرکز در کابل توقف بپیرنده و او یک تشکل ایجاد شوه و یا در یک جای دیگه. منظوریست که فرق بین داخل و برون مرزی نیست، هر جایی که نخبگان است و از اوضاع موجوده رنج میبرند اونا مطرح هستند، اونا جزء همین نهاد و اجتماع شده میدانند، اونا میدانند که مسئولیت های کاری رو به دوش میگیرند و بالاخره در نتیجه یک امپرسی واقعی و عمومی در نفر را تعیین کنند و بعد از در نتیجه ای که همه این به همون نفر تایید کردن با درزو برنامه سازهای بسیار حضیز من گزارشات از اونها را نشر میکنن و حتی همین هم یاد کردن که اگر باز کسای دیگه که در کشورهایی که یک ذره امکانات در امکانات مالی خوبی قرار دارن، اونا نه کشورهای همسایه که اونا در تنگای مالی هستن، اگر بتوانن یک عقل وضعیتی هم تهیه شوه که این عقل وضعیت خودش بتوانه تامین کننده مصارف. آه بله بله، بسیار عالی، بسیار خوب. شما ادمی سوال مرا حل کردین که گفتم میخواستم بپرسم از شما که این مصارف، ولی خودتان حلش کردین که اگر امکانات باشه که کسانی که از این جمله نخبگان یا شخصیت های وطن خواه و مردم دوست ما که واقعا به خاطر وطن درد فراوان دارن، اینا بتوانن که مثل اعانه جمع‌آوری شوه و مصارف ازی. شما چه فکر میکنین که این نخبگان خو ما مانند تخم اسپند در هر گوشه و کنار جهان تیت پاشان هستیم، در هر کجا چه قسم اینا صدای خود بلند کنن، چه قسم اینا با یک دیگر خود بپیوندن؟ حالا آیا این موضوع رو مد نظر گرفتین، سرش فکر کردین؟ و ما خودم از تا وجودی که امکانات تلویزیون به اصطلاح به اختیار ما است، از هیچ نوع معلومات کوشش کردیم تا چیزی که در ایده دانش و
فکر و کار ما هست، ما یادآوری هایی داشتیم در اصطنامی حمید برمی در شروع سال جدید ایسایی تا به حال تقریبا چندین مقاله من نشر شده و همین تازه هم در همین وقتی که امید از شاپ برآمده و تا بالا بر من رسیده، در اینجا هم سر مسائل مطبوعات و سر مسائل تشکر مخبران یک مقاله بسیار مشهوری نوشته کردید. مقصد ما این است که همین صدا همین نخبگان ببخشید نخبگان هم گفتن که اونا هم اظهار نظر میکنن در سایت ها و یا در وسایل ارتباط جمعی که درست خب کسانی که ندارن امی وسایل در اختیار، اینا چگونه صدای خود را با امی مجموعی برسانن؟ از اروپا گفتن، از اروپا باز کسایی که تا بال به اصطلاح هنوز قدر هم زیاد مطرح نشده تشکر نخبگان، ولی الحمدلله همین دوستا و عیزه که یاری و همکاری کردن، اونا در اروپا در سطح اروپا گفتن که فرزنده یکی از شعرهای اروپایی که این امکانات ازی هست از اروپا به خاطر ازی که اونا بدون پاسپورت از یک کشور به یک کشور هم رفتن میتونن. باز کسایی تا جرمنی که گفتن که و چند نفر دوستان بسیار عزیز ما بسیار تشکری میکنم که از آنبورگ اونا گفتن که ما هم تو یک مجلس عمومی که در اونجا مد نظر میگیریم. باز دوستان در خود دو شهری که تقریبا ما مخاطب در ایالات متحده افغانا زیاد هستن، فرضاً یا در کالیفرنیا و یا در شهر واشنگتن و یا هم نیویورک، من خودم از زندگی میکنم در اینجا، هم در اجتماع عمومی اعلان میشه. باز نتیجه از این و همچنان در کانادا نخبگانی که در کانادا هستن مسائل ها قبل کانادا را هم به اصطلاح گرانتونی بلکه هنرتو گفته بدون و یا برهنتو اونجا هم تشریف بسیار وسیعی از نخبگان ما هستن و به همین ترتیب اعلانات بعدی که میشه فرزن آقای تیمورشاه حسن گفتن در برنامه خانه و خانواده، اونا هم از این موضوع یادآوری هایی میکنن و از جناب محترم آقای امام هشتی اونا هم برای من صحبت کرده بودن، لطف کرده بودن پیرامون برنامه ما در چه سخن گفت شده بودن و این موضوع را در اولا همانیار که در نیوزیلاند هستن و در استرالیا هم کار میکنن آقای مکیولا بختانه که دوست مشترک ما شما بله 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 نهاد ملی ژورنالیست‌ها در استرالیا هستن، اونا هم در برنامه قبلی لایف آمده بودن صحبت کردن و یاد کردن یادآوری کردن گفتن از استرالیا هر کاری که باشه از در استرالیا که راجع به نخبگان باشه اونا هم اجلاس را مد نظر می داشته باشن و من خاطر در خود اتریش هم آقای روسمی گفتن که هر امکاری باشه در خود آنبور با آقای که مشای سروزه همه ما صحبت کرده بودن بسیار یادواری هایی کردن و هر کدامشان امیدواری هایی داشتن در دل و می خواستن خالصانه و صادقانه و خود ما شخصا بودم از این تریبیون روزانه شخصا اعلام می کنم که من فقط به خاطر درد مردم خود و به خاطر ازی که اوضاع و احوال بر وفق مراد نیست و باید تغییر داده شده این تشکل پیشنهاد میکنم و صمیمانه و خالصانه میگم که من خود من شخصا اجالتا این چی بده برای خود نمیخوایم. من باعث یک مؤسس هستم و تا پیشنهاد کنی هم تعاوت میکنم که من فقط آرزومندی میست که ولو مرا درمی بردلا اعضای بورد اجرایی خود هم نگیرن به من مؤسس باقی بانم ولی اینها خودشان دائم یک اتفاق نتر یک اساس یک بورد اجرایی را با رئیس و معاونینش روی کار بیارن و من به اصطلاح چیز میگه به اصطلاح من گوش نگردم که میگم که این نخبگان الحمدلله به خود آمدن و این یک اساس یک تشکل نهاده شده و امیدواری هم پیدا میشه. شما باور کنید که این تشکل اگر واقعا روی کار شود و همه برنامه سازهای عزیز ما پیرامون از این گرد بزنن در داخل افغانستان مردم افغانستان تقریبا شکلی هستن که گروگان گرفته شده امی اعضا و حرکت هایی که هستن و هر کدامشان هم میگن و در برنامه قبلی هم یاد کردم وقتی اساس انقلاب تبسم برای آن دخته شد و او دخترکی که به اصطلاح غلوش بریده شده بود جنازه های از آن تا هر رسید و رستاخیز بسیار بزرگ برای افتاده بود ولی در هر باز کسایی اونجا آمدن و یک قسم نیرنگ سیاسی را به کار انداختن امین آقای محقق خیز بلند شد امین آقای محقق که چند از پیش خودش میگه امرش تلویزیون یک مصاحبه کرده بود یکی از خبرنگارهای جوان و پرکارش میگه که شما وعده های انتخاباتی چطور دارین و حالا کده بشان هست پیش من گفتن و
شما خود یک کمی به وعده های انتخاباتی یک چیزی میاد دیست یک وعده هر کس لیه کنه و یعنی نمی کنه پس آزموده آزموده خطر است من از امون کنسو این که به همین این دو عیز بود که برسیم از امون معاونیت دروم ایرس جمهوری تکر شده به همین ایز به وعده است که یک بخشی ها به آقای خلیلی یک نفر را پیشنهاد کنن و یا آقای محقق یک نفر را به معنی ترکیب معاونیت اول که باید یا آقای جنبش بخشن دوستان پیشنهاد کنن یا کسی دیگه اون خورده اگر حکومت یا هندی افغانستان خصوصا کسایی که در عقل وزیر کار کردن دیگر خودشون اخلاقا گوین که ما در حکومت آینده مطرح نیستم میگذاریم که کسان دیگه که کار نکردن ولی آرزومندی هایی دارن به وطن اونا کار کنن اگه درست پیش آقای انوراله احدی آمدن از کابل ما مصاحبه همراه آقای خود خطاب داشتن شما اون مصاحبه را یک بار خانم کفزار ببینین و ببینین که از پیش آقای خطاب سوال میکنن که تو سه خانه داری میگه بابا یا این خانه را برای من خسرم که پیر سر سید احمد گیلانی است که میاد رئیس شورای سنا است برای من هم که توفا دادن باز ما رو به استفاده کرای داده و از کرایی از اون بدون خانه نگه خریده ولی خلاصه شما به خانه سه خانه دارین که وزیر تجارت بدین رئیس بانک مرکزی بدین و وزیر مالی بدین میگه سه خانه دارین یعنی میگه بله یا سه خانه دارم یعنی اوضاع و احوال قسم است که یک وزیر که هیچ چیز نداره با یک دریشی و نکتایی به داخل افغانستان او خاطر باید کسانی که خودشون اخلاقن هر کسی که در همین چند ساله که از دوره حکومت موقت انتقالی انتصابی انتخابی و بالاخره دولت وحدت ملی در این دولت ها سهم سهیم بودن باید خودشون اخلاقن و با حکم وجدان بودن که دیگر ما اگر وجدان بیدار باشه اگر اخلاق وجود داشته باشه نه اینا با ضرب اما طور که با ضرب زور آمدن با زور اینا باید اخراج شوند اینا با او قسم شما باور کنین که اینقدر اینا را کیف کرده اینقدر اینا لذت بردن سر سینه های گرسنه و قاق او مردم اینقدر اینا پایکوبی کردن که به این سادگی رها نمی کنن. به هر صورت جناب نوری من احساس می کنم که شما یکمک نیاز به یک گیلاس چای دارین یا یک گیلاس آب بنوشین ما یک آهنگ می شنویم دوباره بر می گردیم و خدمت شما می باشیم درست است؟ تشکر لطف کردین. ما تقاضا میکنم از رضا جان عزیز در استودیوی مرکزی اگر مهربانی کنن یک آهنگ به ذوق خود و مطابق روحیه برنامه بر ما و بیننده های عزیز بگذارن. رامای هنگ چرا آواره کردی با ملک ناکسان بیچاره کردی بیچاره کردی گریبان مرا دادی به دشمن کفن گفتی و را پاره کردی و پاره کردی رفیقای تو را زیر و زبر کرد برادرها تو را از بد بدتر کرد تو فخر آسیا بودی چی گشتی همین نام پوما را در بدر کرد ما قربان شوام پروردگارا در آقا می کند کالای ما را کالای ما را در سرحد می زند با چوب و قمچی که جای نیست این ملت بی پنارا بی پنارا موسیقی
ز مسکو تا هر دستان مانه یهودو کشور میان نمانه وای وای نمانه اما با خون ما کردند و باقی الهی دفت با دستان نمانه وای وای نمانه با پاکستان بگو از خود شنیدی فخر ملت افغان ندیدی اگر وار منم روزی بیایم بدن دان کل پتر خواهی گزیدی با پاکستان بگو با کندرانه کسی که زهر جانه خبر باشی که خون پتان است سه القد میکشد آخر زبانه دمی هن جنگ و داران چند دارن نه فکر دانش و فرهنگ و دارن فرهنگو دارم شما های شیشه داران دور باشه که دامن دامنه شان سنگو دارم وای سنگو دارم دمائی هم دخمه پا لبمه پشانم دمائی هم دخمه پا می پسانن و هر سو مردم رمی دوانن اگر دروازه تک شد نخیزی خودشان تا بیدی زیرش کلانن دمول که واشقا لاشیر میشن سگا از مرد خود ریسیر میشن وای سیرو میشن زبیشی مادر داقیده ما وزیرا در مادر آتیر میشن وای تیر میشن کماندان آدمو تشکر رضا جان عزیز از لطفتان از این آهنگ قشنگ که پخش کردین. ما خدمت بیننده های عزیز باید عرض بکنم که جواد جان غازیار، خلیل جان راغب از هنرمندان بسیار با رسالت ما هستند. بله؟ بله ببخشید. از هنرمندان بسیار با رسالت ما هستند، هنرمندان عزیز ما هستند که آهنگ‌های مناسبتی خواندند به خاطر درد وطن، به خاطر ویرانی وطن، به خاطر رنج مردم. ما بسیار تشکر میکنم از رضا جان که بسیار ذوق عالی دارین و یقین دارم که این درد وطن شما که بسیار جوان هستین چقدر به قلب شما است. و همچنان از جواد جان غازیار، از خلیل جان راقب، از هنرمندان عزیزه که همین گونه آهنگ ها را در همین مقطعی از زمان که ایجاب میکنن و چقدر حساس هستین شما که اینطور آهنگ ها را اجرا کردین. همیشه زنده باشین. خب ما معذرت میخوایم از شما جناب نوری و آل به تاریخ 3 می 2016 باز روز جهانی مطبوعات است. در روز جهانی مطبوعات میخواستم که از شما سوال کنم. قبل از سوال میخوایم که یک کمی در این موضوع صحبت بکنم که روز جهانی مطبوعات در سراسر دنیا تجلیل میشود از طرف
سازمان ملل متحد. ولی در کشور ما چگونه است که مطبوعاتی ها یا ژورنالیستان یا خبرنگاران اینا مسئولیت دارن؟ اینا یعنی که کس اجازه نداره که اینا را بکشه، اینا اجازه دارن که در جنگ ها برن، جان خود را به خطر بندازن، اشتراک کنن، خبر راپور جمع کنن، ولی طرف مقابل، طرفین اجازه نداره که اینا را به قتل برسانه. ولی شما دیدین که به تعداد شاید بیشتر از 1000 تن از ژورنالیست ما در این مدت، مخصوصا در این 12 سال اخیر، اینا جانای عزیز خود را از دست دادن و جام شهادت نوشیدن بیگناه در راه خدمت. در این زمینه چی میگوییم؟ برای خانم کازات راجب سیوم میروز جهانی مطبوعات هم در برنامه قبلی صحبت کرده بودم. امی سالی که گذشت، یعنی سال 2015، برای ژورنالیست ها خونین ترین سال بوده است. بله. و تلفن به خیلی نظامیانم که از طریق سازمان ملل متحد ابلاغ شده، تقریبا در 6 سال اخیر 18,208 نفر مردم ملکی جان باختند. چون استاد به خصوص وقتی که اخیرا در کارمندای بله، صدایتان خاموش شد، مثل که قطع شدیم، چی باید کنم؟ بله؟ خب تا که اونا دوباره بیاین روی لاین، ما میخوایم که یکی از دو بیتی ها را که از دوستان ما در صفحه فیسبوک خود نوشته بودن خدمت شما تقدیم بکنم. بله؟ آقای نوری؟ من نمیخوام ببخشیم که لاین قطع شد، مسئله شما را مسئله ما را نمیشنیدیم، مگر مسئله شما را مشنیدیم. بله، بله، ما شما صدای شما را متاسفانه صدای زیبایی تو را نشنیدیم. در وقابه که زسیاد نترسد سلام، درختی که ضربات نترسد سلام، همین ژورنالیست هستن که پید حوادث میرن برای ما از بطن ملت اخبار میکنن، برای هم مردمشان در خواب میکشن. ولی اگر ببینیم همین ژورنالیست هستن که در صف امتیازگیری حتی در لاین اخیر هم نیستن، ولی در صف قربانی در لاین اول استفاده هستن. به اون خاطر سلام و حرمت به همه کسانی که به مسابقه کوین 4 مطبوعات زنده نگه داشتن، صدای ملت از بلند نگه داشتن و سازمان ها و نوازهایی که پیرامون ژورنالیست ها کار میکنن، چی سازمان ملل متحد، چی یونسکو و چی دیگر نهادهای حقوق بشر، اونا از اوضاع و احوال که ژورنالیستان در کشور مواجه هستن و خود نعی که به اطلاع سازمان دفاع از رسانه های آزاد هستن، اونا هم گزارش بسیار طولانی داشتن که ما در این مقالی که در مطبوعات چاپ شد از بسا موضوعات و عملاتی که سر ژورنالیست ها صورت گرفته، چی از طرف جناب مخالف، چی از طرف دولت و چی هم از طرف اشخاص که به اطلاع در دولت هم نیستن و یا در جناب طالب هم نیستن، آسیب پذیری های دیسی ژورنالیست ها صورت گرفته. همه گیشه مادوار و فیرستوار از اونا یادواری هایی کرده بودم و به امید این که سالهای بعدی دیگر سالهای خونین برای ژورنالیست ها نباشد، امید این که مردم ما، دولت ها، جناح های مخالف، همه گیشان یک درک بسیار صحیح و سالمی از ژورنالیست ها و خبرنگاران داشته باشند، که اینها خدمتگار واقعی و راستین مردم خود هستند و به امید این که واقعا این در ذهن و روان همه کسا نهادینش وابسته و هیچ گروهی نیستن، فقط میخوان که کماحق او هنچی که اتفاقات میفته او را برای ملتشان بازگو کنن. خوبی سحاسه چی قوای مقننه است، چی قوای اجرایی است و چی قوای قضایی است باید متوجه باشد که مطبوعات به مسابقه
مسئولیت مطبوعاتی و سیاسی باید داشته باشه مطبوعات. از شما بسیار زیاد تشکر میکنم. فکر میکنم وقت ما پوره است. موفقیت بی پایان براتون میخوایم. از گرچه که حرفای ما باقی مانده، میخواستم سر برنامه شما صحبت بکنم، سر سه بخش برنامه تان که هر ما شما پای هم صحبت میکنین، ولی متاسفانه که وقت با ما یاری نکرد. دیگه در امینجا شما را به خداوند بی نیاز میسپارم. تشکر از صحبت های همه جانبه و مفید شما. امیدوار هستم که هرچی زودتر مردم ما، عزیزان ما دیگه بیشتر از این معطل نشوند و پا بیستند و به خاطر خون شهیدان خود و آرامی و رهایی دامان مادر وطن خود از چنگ ای آدم کشان حرکت بکنند و دور هم جمع شوند و دست اتحاد و برادری و خواهری و دوستی را با هم دیگر بدهیم. از شما بسیار زیاد تشکر. خدا نگهدار. از شما هم تشکر. خدا حافظ شما. غم کابل دیگر از حد برون است. غم کابل دیگر از حد برون است. به هر دم هر نفس دردش فزون است. بهار آمد ولی در باغ و راغش به جای مشک سوده بوی خون است. هموطنان عزیز، بیشتر از این کارت از استخوان ما و شما گذشته. با امید موفقیت هر یک شما دوستان عزیز و با تشکر فراوان از رضا جان در استودیوی مرکزی و از خلیل جان راغب در استودیوی نمایندگی فریماند، ما اظهار سپاس و امتنان دارم. خدا نگهدار. تا دیدار. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. مراسم تدفین و مجلس فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آینه ما از آن خداییم و به تحقیق بازگشت همه به سوی اوست. بشیر احمد ولیزاده، احمد سیر ولیزاده، زبی الله رشیدی و محمد رفی رشیدی پسران، ماری اکبریار، شکیلا رشیدی، فریبا فقیری و لیزا رشیدی دختران، انجینیر علیشا ولیزاده برادر همسر، روافزا توکل و نفیسه نجفی خواهران همسر، عبدالقیوم اکبریار، عبدالخالق زفر، محمد عمر فقیری و لطیف عزیزی دامادان، نوریه رشیدی، ندیمه ولیزاده و همیرا ولیزاده عروسان، نیلوفر اکبریار، عبدالله اکبریار، آتیلا اکبریار، ساغر زفر، اکرم زفر، امید زفر، علی سینا رشیدی، سمیرا رشیدی، سنا رشیدی، سلیمان رشیدی و تبسم رشیدی نواسه ها. نسبت وفات مرحومه مغفوره رحیمه رشیدی، همسر مرحوم محمد کبیر رشیدی، به اطلاع دوستان می رسانند که جنازه مرحومه به روز جمعه 29 ماه اپریل به ساعت 11 قبل از ظهر در هدیره مون کانفرت 6600 ساوت کینگ هایوی الکساندریا ویرجینیا به خاک سپرده می شود. فاتحه مرحومه به روز یکشنبه از ساعت 2 الا 4 بعد از ظهر در مسجد جامع امام علی واقع 7900 بکلک رود سپرینگفیلد ویرجینیا برگزار می گردد. انا لله و انا الیه راجعون.
کارکنان شبکه جهانی آریانا افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده های عزادار ابراز نموده، از بارگاه ایزد متعال برای مرحومه مغفوره رحیمه رشیدی اجر جزیل استدعا می نمایند. انا لله و انا الیه راجعون.